فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد بعضی از گزارش‌های مربوط به اشیای پرنده ناشناخته، البته اونهایی که گزارش‌های واقعی هستن، به طور بالقوه میتونن یک نوع تجهیزات جاسوسی یا حتی تسلیحاتی باشن که توسط چین و روسیه و حتی کشورهای دیگه هم به طور عمده توسط چین و روسیه مورد استفاده قرار میگیره. فکر میکنم این پدیده‌ها میتونن یک تهدید بالقوه برای آمریکا و بریتانیا و همچنین تهدیدی برای امنیت کشورهای دیگه باشن. یکی از دلایل اینکه این پدیده‌ها میتونن یک تهدید باشن اینه که مطالعات و تحقیقات در مورد اونها خیلی محدود بوده. تحقیقات جدی علمی زیادی انجام نشده و تشخیص اینکه کدوم گزارش‌ها واقعی هستن و کدوم نیستن یا اینکه کدوم یک تهدید به حساب میان خیلی سخته. بنابراین میشه گفت به طور بالقوه این پدیده‌ها یک تهدیدن. اما فکر می‌کنم نیازه که ما بیشتر روی توانایی‌هامون برای شناسایی و تحلیل این پدیده‌ها تمرکز کنیم. چون بعضی از گزارش‌ها جعلی هستن، بعضی‌ها میتونن حاصل یک سوء تفاهم یا حتی خطای دید باشن. خیلی مهمه که ما بتونیم موارد واقعی رو شناسایی کنیم و اونها رو از موارد جعلی تشخیص بدیم و بعد بفهمیم تهدید هستن یا نه تا بتونیم به طور مناسب اقدام کنیم. بریتانیا باید این قبیل گزارش‌ها رو جدی بگیره. البته بدیهیه که همونطور که گفتم بعضی از گزارش‌ها جعلی یا حاصل یک اشتباه هستن و اونا رو راحت میشه رد کرد. اما در مورد اونایی که نمیشه رد کرد، باید تحقیقات انجام بشه. البته بریتانیا برای این کار خیلی به قابلیت‌های فنی آمریکا و همچنین بعضی از کشورهای دیگه متکیه و با کمک اونها باید این کار رو انجام بده. اما به هر حال ما قطعاً باید این موضوع رو جدی بگیریم.